پاسدار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل رژیم که خامنه‌ای روز دوشنبه به وی و دیگر کارگزاران آن رژیم هشدار داد، ضمن اذعان به بحران‌های رژیم در زمین‌های اقتصادی، اجتماعی، منطقه‌ای و تحریم‌ها در مورد تهدید امنیتی این شرایط و خطر ترکیب شدن آن با بحران درونی رژیم گفت: حوزه کاملا حوزه امنیتی که میتونه به آشوب اینا بکشه. توی این چهار لایه‌ای که اشاره کردم یه چسبی وجود داره که اینا هر به همه چسبونه، برای به شبکه اجتماعی یه بستری براش وجود داره، برام بستر مردم، در واقع تو بستر مردم اینا شکل میگیره و دنبال میشه. نگاه ما این هست که ما با تهدید ترکیبی برخورد میکنیم به تعبیری، و چون یه دشمن جلومون وجود داره که این دشمن هم دشمن در به نوعی سلاح شمشیر رو بسته هستش، اعلام میکنه رسما، تایم لاین گذاشته رو سایتش و روزانه به ما در واقع دندون قروچو میره و دندونشون میده، هم عناصر داخلی هم عناصر خارجی، و طبیعتا این ایجاب میکنه که ما در داخل کشور بتوانیم یک وحدت و یک پارچگی در برخورد با تهدید ایجاد بکنیم و به تعبیری انتقادات داخلی یا گله‌گذاری داخلی بذارمش برای فرصت دیگه. پاسدار جلالی همچنین نسبت به پیامدهای خطرناک تن دادن رژیم به شرایط و کنوانسیون‌های FATF ابراز وحشت کرد و گفت: اون جهت‌های سیاسی بر حوزه FATF به شدت سنگینی می‌کنه و حتی اگر هم ما بپذیریم، قبول هم بکنیم، ما رو به راحتی از اون حوزه بیرون نمیارن. FATF با بانک‌های ما، ببینید ما چند تا چیز کنار هم داریم. یه تحریم کاتسا داریم. تحریم کاتسا میگه من دولت‌ها رو تحریم نمی‌کنم و در واقع میاد اشخاص و شرکت‌ها و نهادها رو تحریم میکنه. مثلا یه بانکی پیدا میکنه، مثلا بانک صادرات، بانک تجارت یا هر بانک دیگه، صدا میداره میگه آقا من شما رو میخواد، اگه میخواد تبادل کنید باید بتونید شما لیست اسیندیسو کنترل کنید و دنبال کنید. برابری اگه که کنترل نکنن که طبیعتا تعاملات انجام نمیشه، اگر کنترل بکنن یه نوعی تحریم داخلی، یعنی بانک خودمون میاد تعاملات بانکی ما اون لیسته که اونا دادن رو کنترل کنه برای که بتواند تعاملات بانکی داشته باشه، و کنترل اطلاعاتی اونها بر حوزه بانکی از نظر ما قطعی است حتما. و توی جنگ اطلاعاتی که دو جنگ اقتصادی که ما با دشمن داریم، اطلاعات مالی و اقتصادی کشور خیلی میتونه مهم باشه. حتما پذیرش و اجراش اشراف اطلاعاتی ایجاد میکنه و برای ما کاملا ضرر داره.